سرخط خبرها. دیدار مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت با دبیر مجلس صنایع فرانسه. پسر رحیم بردک یک قصر 20 میلیون دلاری در امریکا خرید. اشرف غنی پیروز میدان است یا شکست خورده؟ سخنگوی طالبان: انفجار قندوز کار داعش است، احتمال کشته و زخمی شدن پیش از 100 تن. و طالبان عازم قطر شدن. با یاد خدا به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخری این ویدیو با ما باشید. دیدار مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت با دبیر مجلس صنایع فرانسه. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت افغانستان از دیدارش با دبیر مجلس صنایع فرانسه خبر داد. به گزارش سپوتنیک، علی میثم نظیری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت افغانستان در تویترش نگاشته: من با سناتور جوویل، دبیر صنایع فرانسه و نایب رئیس کمیسیون روابط خارجی و خدمات مصالحانه فرانسه گفتگوی مفیدی داشتم. او افزوده است که وی پشتیبانی سنا از مردم آزادیخواه افغانستان به ویژه جبهه مقاومت ملی اعلام کرد. یادآوری میکنیم که همکنون جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر و اندراب و جبهه مقاومت برای عدالت در بهسود با گروه طالبان درگیر هستند. پسر رحیم وردک یک قصر 20 میلیون دلاری در امریکا خرید. حامد وردک، پسر رحیم وردک، وزیر دفاع افغانستان در زمان حامده کرده که پیش از این به چندین مورد جنایت و قتل در افغانستان متهم شده بود، یک قصر 20 میلیون دلاری در امریکا خریداری کرده است. پسر عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع سابق افغانستان، قصر 20,900,000 دلاری در امریکا خریداری کرده است. از سوی هم پسر آقای وردک پیش از این متهم به قتل دو نیروی امنیتی در جنگ شهر نو کابل، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و ده ها جرم دیگر از سوی اداره پیشین امنیت ملی شده بود. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع کشور در دوران حکومت حامد کرزی بود. اشرف غنی پیروز میدان است یا شکست خورده؟ باور عمومی این است که اشرف غنی سقوط کرد، با آخر خط رسید و تاج و تختش بر باد رفت. نه، هرگز چنین نیست، بلکه این افغانستان بود که کاملا بر باد رفت و این کابل جان بود که آتش گرفت و دودش برآمد. اشرف غنی کاملا پیروز میدان است. او نیامده بود در افغانستان بماند و خود را قربانی اهداف و منافع ملی بسازد. او یک مسافر پیش بود، مسافری که نه تنها نگران خرج سفرش نبود، بلکه خرج چندین نسل را نیز با خود بود. با جیب خالی آمده بود و با جیب پر رفت. سخنگوی طالبان: انفجار قندوز کار داعش است، احتمال کشته و زخمی شدن 100 تن. ظهر امروز در منطقه خان‌آباد بندر از مربوطات مرکز ولایت قندوز در یک مسجد شیعهان انفجار سنگین رخ داد. با گزارش سپوتنیک، محمد جلال سخنگوی گروه طالبان در تویترش درباره انفجار امروز قندوز چنین نگاشته است: ظهر امروز در منطقه خان‌آباد بندر از مربوطات مرکز ولایت قندوز در یک مسجد هموطنان اهل تشیع یک انفجار رخ داد که از اثر آن تعداد هموطنان ما شهید و زخمی شدند. سخنگوی گروه طالبان افزوده است که مجاهدین قطعه خاص به محل حادثه رسیدند و بررسی ها را آغاز کردند. در همین حال رسانه ها از کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن خبر میدهد. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر دوش نگرفته است. همچنان تکمیل خبر: انفجار در مسجد اهل تشیع در قندوز، شمار تلفات به 60 کشته و 107 زخمی رسید. منابع خبری از افزایش تلفات انفجار به 60 کشته و 107 زخمی خبر دادند. این انفجار هنگام برپای نماز جمعه در یک مسجد اهل تشیع رخ داده است. پیشتر شمار تلفات 15 کشته و 90 زخمی گزارش شده بود، اما به تازگی الجزیره گزارش داد شمار قربانیان به 60 کشته و 107 زخمی رسیده است. تصاویری که پیش از انفجار به نشر رسیده است نیز آمار تلفات را بلند نشان می‌دهد. منابع رسمی تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. این انفجار ظهر امروز جمعه 16 میزان در مسجد اهل تشیع در منطقه خان‌آباد از مربوطات مرکز ولایت قندوز رخ داده است. تاکنون نوعیت این انفجار روشن نیست.
مسئولیت حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این اولین حمله مرگبار علیه شیعان پس از تسلط طالبان بر افغانستان است. طالبان عازم قطر شدند. آیت به سرپرستی مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان عازم قطر شد. با گزارش سپوتنیک این آیت شامل خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالحق رئیس استخبارات، مولوی نور جلال معاون وزیر خارجه و مولوی شهاب‌الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم است. گفتگوی پوتین با امام علی رحمان در مورد افغانستان. پوتین رئیس جمهور روسیه با امتای تاجیکی خود در مورد امنیت منطقه و وضعیت افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. با گزارش خبرگزاری خاور تاجیکستان این گفتگو پنجشنبه 15 میزان انجام شده است. طبق این گزارش در جریان این گفتگو رحمان تولد رئیس جمهور روسیه را به مناسبت روز تولدش تبریک گفته است. پوتین و رحمان بر توسعه رابطه دوستانه و مشارکت استراتژیک بین تاجیکستان و روسیه تاکید کردند. سران دو کشور در مورد جنبه‌های خاص همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقه‌ای، امنیتی و اوضاع در افغانستان گفتگو کردند. روسیه و کشورهای آسیای میانه نگران گسترش فعالیت داعش در شمال افغانستان هستند. به دنبال تسلط طالبان، تاجیکستان حضور نیروهای مرزی خود را گسترش داده است. از سوی هم اخیراً تنش میان گروه طالبان در افغانستان و دولت تاجیکستان سبب شده دو طرف نیروهای خود را در نزدیکی مرز مشترک مستقر کنند. فروپاشی اقتصادی، تهدید بزرگتر جنگ. علی موسوی، خبرگزاری افاق. از زمان رویکار آمدن دولت طالبان در کابل، هشدارها نسبت به فروپاشی اقتصاد در هم شکسته و عمیقا وابسته به کمک‌های خارجی افغانستان نیز تجدید شده است. به طور طبیعی این قابل انتظار بود که با سقوط دولت پیشین و رویکار آمدن یک ساختار سیاسی تازه، بانک‌ها و سیستم اقتصادی افغانستان به طور کامل مسدود و متوقف شوند تا وضعیت به حالت عادی بازگردد و ثبات مورد نیاز برای آغاز به کار بازارهای مالی و فعالیت‌های اقتصادی به وجود بیاید. با این حال برای افغانستان به نظر می رسد که مشکل جدیتر و عمیق‌تر از این است، زیرا دولت طالبان در کابل هنوز از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده و نمی تواند به نمایندگی از افغانستان در معادلات بزرگتر و دوستداران‌های کلان اقتصادی در سطح منطقه و جهان وارد عمل شود. در حال حاضر گفته می شود حدود 90 میلیارد دلار از سرمایه های بانک مرکزی افغانستان در امریکا منجمد شده و ایالات متحده امریکا از آن به عنوان حرم برای تحت فشار گذاشتن طالبان به هدف تحقق شرایط و خواسته های خود برای به رسمیت شناختن دولت جدید کابل بهره برداری می کند.